بخش نخست گفتار آقای برومند از نظر گرامانوشی بنده بکنم یه کسی مستن چون یه پایین حالا مستن کش کنم سخن شاعر محمد زمین محمدجلالی چيمه نیم سهر و پروانه حميدی مثل عزیزم میاد که تکرده هایی از دست اجرا میکنه. حالا من بینیم کتا دو دو کلمه بگم نه همش از دل میاد که در چیز نیست بینیم هم رو دست برای که همه ایز رو برمان من مھشيد اميرشاھی و زمان یه همچین نیست رو ایدارم یعنی دو تا ماست تراژدی و کمدی برای اینکه اون تراژدی رو با یک طرزی به مخصوص خصوصیت طرز گاه گزنده گاه فرنده ولی همیشه حضور داره سهرمندره طرز کسی که طنز نمیدونه میتونه خطرناک باشه کسی که طنز نمیدونه میتونه برای یک کلمات رو آلم باشه و طنز میتونه به مساوی یک جنگ افزار یک ملت رو در مقابل ظلمت در مقابل تو قلدری مدد باشه و سرکان بده بیم رسوایی سوری ظاهری ندارد جامعه باز
واسطه آن امرن که جماعت شود و به حسابی قابلی حقیقی هم در برد. خب سلام و درود برستم به دوستان زحمتزاد خوشحالم که از اینکه به عزت دوستان عزیز فرصت تعمل شده در پاریس در این خانوار دانشگاه سوربن کنار خانم مھشيد اميرشاھی باشیم و از او بشنویم و در باره بشنویم و به خصوص پای سخنهای او بنشینیم و قصه ها و حکایت های زیبا و نقض و رسایی رو از ایشون بشنویم که به شیوه خاص خودشون با بیان بس هنرمندان و گیرا روایت میشن. نام خرد را ز دفتر زلودی گر بر سپاه تباهی گشودی دین دانه افکند و در کام ظلمت با آز این دانه دام آزمودی دین دانه افکند و در کام ظلمت با آز این دانه دام آزمودی زان سان که پیران ربودند من عقل زنسان که پیران ربودند من عقل ما نیز عقل از جوانان ربودیم یا ما نیز عقل از جوانان ربودیم باد بهشتی دروغین چنان زد بر ما که آتش بر آتش بزنیم باد بهشتی دروغین چنان زد بر ما که آتش بر آتش بزنیم تاریخ من واپس افکند و ماندیم محجوب از آن کارهایی که بودیم آری آری بر این عرصه یا نسوزی یا تلق خاکستری قرب دود زینسان که دشمن به ما سر فرازد ما پیش تاریخ سر نفرود زینسان که دشمن به ما سر فرازد ما پیش تاریخ سر نفرود محسود بخشیم و در قهر ویران محسود وحشیم و در قعر ویدان محسود اصحاب کور و کبود ما پیش تاریخ خاریم زیرا این حاصل از کشتی خود این تب خود ما گفتنی استرانیز از قصه بوری ندامت شدید برای من امشب افتخار خیلی بزرگی متاسفانه نویسن نویسن بگم این افتخار چقدر بزرگی برای من که امشب در حضور خود من فرمیشوید که برنامه اجرا برنامه که میشن اجرا بکنم یک بخش کوتاهی از یک برنامه مفصل‌تر عنوانش هست حاشیه نویسی های مھشيد اميرشاھی و فضولی های من داستانش هم از این قراره که من بار اولی که خود فهم اميرشاھی بودم مثل هر آدم فرهنگ تربیت و فضولی بی اجازه ایشون از کتابخونه ایشون کتاب رو برداشتم و شروع کردم خوندن بعد اون بچه شدم که مھشيد
شدم به جایی کتاب رو غلط‌گیری و حاشیه‌نویسی کردم. کار به جایی کشید که من خوندن کتاب رو فراموش کردم و فقط حاشیه‌نویسی ها رو خوندم. و بعد شروع کردم مثل آدم‌های معتاد کتاب رو بازم بدون اجازه خانم مھشيد و هم نمیشون لقب فضول رو به من دادن. کتاب رو در آوردم و هر کدوم حاشیه‌نویسی بود شروع کردم خوندن. اونایی که حاشیه‌نویسی نداشت مثلا علاقه بهشون نداشت. به عنوان متخصص حاشیه‌نویسی مھشيد هم برای بگیرم که اگر کتاب رو باز کردید و دیدید خانم مھشيد زیر غلط‌ها خط بسیار منظم کشیدن و خط زیبای خودشون حاشیه‌نویسی کردن بدونید که کتاب غیر قابل تحمله ولی اوکی. هرچند که کتاب غیر قابل تحمل‌تر بشه خطایشون نامرتب‌تر میشه و خط نگارششون هم درشت‌تر. اگر کتاب رو باز کردیم که کل صفحه خط خورده این خطه شدم یعنی که کتاب این کار هست. در هر صورت یک بخش از این کارا رو من امشب آوردم و امشب در واقع پروانه حمیدی در نقش مھشيد مھشيد بازی میکنه. یه ذره توصیلی جملات از نویسندگان مختلف از جمله زمین دانشگاه، صادق چوبک، جلال آورمند، هوشنگ دوشیری، غلط عزیزاده، بزرگداشت، اسماعیل فصیح، شهرنش پارسیپور، محمود دولت‌آبادی و صدای طبیعتاً از خانده مھشيد. اسم بنبست را خودم مهتاب گذاشته بودم. به نام دخترم که نیمی از او غزال بود و نیم دیگرش غزل غزلگاه سلیمان. پس چرا اسمش مهتاب بود؟ الف واژگون در دانه‌های طبیعی سیمان محو میشد. الف تنها حرفی که واژگون نداره. و داشتم برقبوی دو تو کفتر رو روی هره روبرو نگاه میکردم که پس برقبو تماشایی هم هست. همسرم یکی آنتروپولوژیست بود. ما خیال میکردم سه تا آنتروپولوژیست بود. همین جا که دیچ دست چپ از لب آخور از روی پل سومی رد شد پل آلمان. خیابون نیویورک، بعد میشه خیابون پرزیدنت کندی، بعد خیابون اول دست چپی راست گفتی توی سیم دوباره آدرسی که میدن راست میفتی توی سیم. نمیدونم درست تلفظ کنم یا نه. من فرانسه لیا در باز میکنم و از همون میآید بیرون. سرش را بوله بسته، کت و بوله یه بلندی هم زیر رو دوشان تنش است. شلوار بلند هم تاش است. پرسه بلند، چه کامونی. و سرزیدی که به اندازه یک کف دست از آرنج بازوی راست مو فاصله داشت. آرنج بازو کجاست؟ دارم تا جانم از ترس در نرود. سورپریز باید به سراغ دیگه رو میچسبیدی جان از دهن در نمیره. پدر هفته گذشته با اشاره به نرگس فهمان بهار امسال یک درخت نارنج رو به روی اتاقم بکار. این همه خود نگاه هرگزم 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 نقش تو از لو